مهمان من در اواخر دهه 40 خورشیدی در فضای روشنفکری ایران به عنوان شاعری پرکار مطرح شد و اگرچه سری به عرصه‌های دیگر هنر از جمله سینما هم زد، ولی در شعر و نقد ادبی بود که جایش را محکم کرد و کتاب‌های متعددی نوشت. در اون سال‌ها او یکی از اعضای مؤسس و فعال کانون نویسندگان بود. مسئولیت صفحات شعر نشریه‌های معتبری را در دهه 50 اداره کرد و یکی از پایه‌گذاران روندی در شعر فارسی بود که شعر موج نو نام گرفت. با این حال این شاعر و منتقد ادبی در سال‌های اخیر به دلایل دیگری بر سر زبان هاست. اسماعیل نوری‌علا در سال‌های اخیر بیشتر یک فعال سیاسی است و تلاش خود را بیشتر بر سر راه اندازی جریانی سکولار به عنوان آلترناتیو به نظام حکومتی دینی در ایران متمرکز کرده است. ولی آیا این تلاش‌ها ثمری هم داشته و آیا می‌شود از خارج برای مردم ایران راه و روش حکومتداری تعیین کرد؟ آقای اسماعیل نوری‌علا، به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. خیلی متشکرم. سلام میکنم خدمت شما و بینندگان. آقای نوری‌علا، شما همطور که در مقدمه گفتم از شعر و شاعری شروع کردید و به سیاست انجامید تمام این کارهای این سالها. ما هم همین کار میکنیم، از شعر شروع میکنیم تو این سال جوابامون و به مسائل سیاسی میرسیم. شما آقای نوری‌علا در اواخر دهه 40 خورشیدی یک کتاب نسبتاً مفصلی منتشر کردید زیر عنوان صور و اسباب در شعر امروز فارسی که سبک‌های مختلف شعر مدرن فارسی رو توضیح دادید و از جمله برای سبکی که به اون موج نو اسم گذاشتید اون رو تئوریزه و تفسیر کردید. در واقع به نظر میاد که شما تعریفتون از شعر در واقع ایماژه، یعنی اینکه شعر رو در حد آوردنش در حد ایماژ، یعنی اینکه خود ایماژ همون شعره. آیا هنوز هم همینطور فکر میکنید؟ میکنید که واقعا ایماژگرایی برای یک متنی که تبدیل به شعر بشه کافیه؟ این بستگی داره به اینکه ما ایماژ رو چی تعریف بکنیم. خب یه تعریف خیلی کوچیکی داره به معنی اینکه ما از تشبیه شروع میکنیم میریم به طرف ابهام و ایهام و غیره، اما من فکر میکنم که ایماژ خیلی وسیع‌تر میتونه باشه. یعنی ممکنه یک دونه شعر در کلیت خودش هم یک ایماژ باشه که در درون خودش خورده ایماژهایی رو داره. به این لحاظ من فکر میکنم که گوهر شعر اساساً ایماژه، ولی با تعریف دوگانه ای که ازش میکنیم، ایماژ کلی و ایماژ جزئی. تعریف ایماژ رو گسترش میدین در واقع، یعنی اینکه نه اینکه شعر رو میارین در حد فقط ایماژ. من منظورم اینه که به نظر من هیچ شعری در جهان وجود نداره که همون چیزی که در برخورد اول باهاش آدم درک میکنه باشه. همیشه شعر به یک چیز دیگری، به بیرون از خودش اشاره میکنه که این در سطح خیلی ابتدایی تشبیه، مثلا وقتی که بگن مثلا بچه من مثل ماه میمونه، به خاطر اینه که میخوان از طریق ایجاد رابطه با یه چیزی که معنای کلی در یک فرهنگی داره مثلا قیافه این بچه رو توضیح بده. این میتونه خیلی متوسع بشه، یعنی کل شما نیا کنید مثلا شعر زمستان اخوان. زمستان اخوان پر از ایماژهای خورده هست، اما در کلش وقتی که میگه زمستان است سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت، این داره به یک کلیت خارجی اشاره میکنه که در واقع به زبان عرض کنم که شعر داره بیان میشه. با این تعریف شما ایماژ چیز جدیدی در شعر فارسی نیست، همیشه بوده. شما اخیرا در سخنرانی که در لندن داشتید شعرهای غزلهای از حافظ خوندید که به هر حال البته با یک دلیل دیگه ای شما اون شعر رو خوندید که بگین که به اصطلاح ایرانی ها از قدیم الایام آدم های سکولاری بودند و مثال شعر حافظ را بودید، ولی خب اون شعر پر از همین ایماژ هایی بود که شما توضیح دادید. ولی شما شاعرانی که هم نسل شما بودند و شما به هر حال اونها را در همین کتاب صور اسباب شعر فارسی توضیح دادید، شعرهاشون رو تأثیری هم بر شعر فارسی گذاشتن واقعا؟ من فکر میکنم شعر فارسی رو کاملا فتح کردن، یعنی الان دیگه
ما شعر نوع فارسی نداریم که متأثر از جریان موجلو نباشه، حالا در شقوق مختلف خودش، شعر حجم، نمیدونم شعرهایی که بعد از انقلاب اسلامی ساخته شد در ایران، همه اینها متأثر از اون مجموعه تئوریکی بودن که در سال در دهه 40 ارائه شد. آره، ولی صرف این که شعر حجم یا شعرهای موج نو گفته میشه و اینجا اونجا هم چاپ میشه، آیا به معنی مقبولیت اونها و اینکه استقبال عام از اونهاست؟ باز بستگی داره به اینکه استقبال عام رو چه بگیم. ما به هر حال یک محیط ادبی داریم که من فکر میکنم که الان در تصرف این نوع شعره، اما یک محیط خیلی وسیع‌تر اجتماعی داریم که آدمایی هستند که با سلیقه های کلاسیک خو کردند یا سوادشون سواد خیلی مدرنی نیستش، و در این حال خب نفوذ حکومت هم هست که تشویق میکنه جریان های بازگشت ادبی رو، غزل سرایی رو، قصیده گویی رو، اینها رو. اینه که بستگی داره به کدوم منظر نگاه بکنیم. ما کارمون همیشه کار آوانگارد بوده و اینکه آیا این کی به صورت بسیطی در کل جامعه گسترش پیدا میکنه، این دیگه به عهده ما نیست. به عهده عرض کنم که کسانی است که پس از یک نسلی میان و انتخاب میکنن بین گزینه هایی که دیگران بهشون دادن. ولی به نظر میسه با این حال گرایش زیادی هست به طرف بازگشت به غزل و حتی قصیده سرایی، حتی در بین شاعران گذشته ای که به هر حال پیشگام بودن در شعر نو. من جز عرض کنم که مثلا آقای اسماعیل خویی و یا آقای سایه ابتهاج، کسی رو ندیدم که برگرده بره به طرف چیز. توی خود جوونا هستش که یک بخششون الان گرایش کردن به غزل و قصیده و کارهای خیلی جالبی هم کردن. یعنی من این چیزی که اسمش گذاشتم غزل نو، وقتی که میخونم به نظرم میرسه که یه میراث کلی شعر کلاسیک و شعر نو رو اینها آوردن در داخل غزل سرایی هم مطرح کردن. بنابراین بازگشت ممکنه که به فرم‌های ادبی گذشته باشه، اما از نظر دید و بیان به نظر من کاملا نو هستن اینها. خب حالا امروز ها چند سالی که ما اسماعیل نوری علای شاعر رو بیشتر به عنوان شاعر و منتقد ادبی کمتر می‌بینیم و بیشتر به عنوان فعال سیاسی شما الان مطرح هستید و خیلی هم فعالید در این زمینه. چه چیز سبب شد که سیاست برای شما بر شعر و شاعری غلبه بکنه؟ عرض کنم من البته همیشه این مزاج دوگانه رو داشتم، یعنی اینکه هم به ادبیات علاقه داشتم هم به علوم اجتماعی و جامعه شناسی. به همین دلیل تحصیلات من در سطح لیسانس ادبیات انگلیسی بود، ولی بعد از اون دیگه من رفتم در زمینه علوم اجتماعی کار کردن و بعدم که آمدم لندن اینجا تحصیلاتم رو ادامه دادم. بنابراین این فقط دو تا جنبه زندگی من هستش که یکی بر دیگری در یه برهه زمانی غلبه پیدا میکنه. من پس از انقلاب اسلامی به این نتیجه رسیدم که من میتونم در زمینه تبیین مسائل علوم اجتماعی مؤثرتر باشم تا در زمینه شعر، به خصوص که به هر حال شعر یه چیزیه که توی نسل جوان، توی خیابونا، تو کوچه های ایران عرض کنم که شکل میگیره و پوست میندازه و نو میشه، و در فراغ از اون فضا تأثیر خارج کشور میتونه خیلی کم باشه، در حالی که بنابر تجربه سیاسی ملل مختلف که نگاه بکنیم، در حکومت‌های استبدادی همیشه جریانات فکری سیاسی در خارج محیطیه که حکومت استبدادی برش تسلط داره. شما هدفتون چی از این فعالیت سیاسی؟ یعنی شما در واقع تمام هم و غمتون رو گذاشتین سر مسئله تشکیل یک نهاد سکولار دموکراسی، اینطوری که خودتون اسمش گذاشتین. هدف نهایی این تشکیلات چیه؟ میخواین چیکار کنین؟ عرض کنم که هدف نهایی اینه که در ایران یک حکومت سکولار دموکرات جانشین حکومت مذهبی فعلی بشه. برای این کار من فکر میکنم ما فازهای مختلفی رو در این سی و چند ساله از
سرگذروندیم. به هر حال یک انقلاب مردمی وسیعی در ایران صورت گرفته و یک حکومتی حالا سر کار به پشتوانه حمایت مردم. ولی خب عرض کنم بیراهه رفته و اون شعارهای اصلی انقلاب رو بهش وفادار نمونده و مسائل دیگری رو تحمیل کرده بر جامعه. این هم از دید داخل کشور و هم از دید دنیا به نظر من تفهیم این که این حکومت اون چیزی نیست که به خاطرش انقلاب شد، یه دوران طولانی رو که اسمش رو میذارن افشاگری که با توضیح بدیم که این وضعش خرابه، این اونی نیستش که ما میخواستیم. من فکر میکنم که در این مورد اپوزیسیون خارج از کشور بسیار موفق بوده، به خاطر وجود رسانه‌ها، به وجود اینکه ما میتونیم صدامون رو به داخل کشور برسونیم و مردم هم خب با پوست و گوشت و استخونشون درک میکنن. ما در واقع داریم تئوریزه میکنیم آنچه را که اونها درک میکنند و میفهمند. اما من فکر کنم دوران این قضیه نمیتونه خیلی ادامه پیدا کنه اگر که ما نتونیم به مردم بگیم که خب این که بده چی خوبه. و این دوره رو ما اسمش گذاشتیم گفتمانسازی، یعنی که بیاییم گفتمانهای مختلف سیاسی رو که وجود داره توی مسابقه عرض کنم که منطقی بیاییم و گفتمان سکولار دموکراسی رو بیاریم جلوی صحنه و به مردم بگیم که اگر که این حکومت شما رو راضی نمی‌کنه، نوع دیگر حکومت، حکومتی است که مذهب، توزیع المسائل، شریعت، علما و نمی‌دونم دینکاران میرن از حکومت بیرون و یه قانون اساسی که از آسمان نازل نشده، به اراده مردم ساخته شده، جانشین اون میشه و از دل اون ساختارهای سکولار دموکرات میاد بیرون. ارائه این آلترناتیو، این از لحاظ گفتمانی عرض میکنم، این خودش یه دورانی رو معمولا 10 سال 15 سال طول میکشه تا یه گفتمانی جا بیفته. من فکر میکنم ما به لحظات بلوغ این گفتمان رسیدیم. الان من لااقل میبینم هیچ کسی نیستش که مخالف این حکومت باشه. من به جریان اصلاح طلبی و اساساً جریانات داخل کشور کاری ندارم، چون اونها اقتضای وضعیتشون اینه به گونه دیگری سخن بگن. ولی در خارج از کشور من نمیبینم تشکلی رو، شخصیتی رو که الان نپذیرفته باشه که جانشین این حکومت باید یه حکومت سکولار دموکرات باشه. الان 2-3 ساله که ما به این نتیجه رسیدیم که این فاز رو هم پشت سر گذاشتیم و باید وارد فاز تشکیلاتی بشیم. به این معنی که مردم در سال 88 وقتی که آمدن تو خیابون میگفتن چی نمیخوان، ولی چیزی نداشتن که بگن اون رو میخوایم. به همین دلیل هم رهبری افتاد به دست، عرض کنم که خود جناحی از حکومت که خب با هم اختلاف داشتند و به این فاجعه هم کشیده شد. اما به نظر من اگر ما بتوانیم تشکیلاتی رو به وجود بیاریم که بر بنیاد گفتمان سکولار دموکرات قصد این رو داشته باشه که خودش رو به عنوان یک نیروی جانشین به مردم ایران و به مردم جهان معرفی کنه، در اون صورت این قضیه تغییر و تحول میتونه به صورت منطقی تری پیش بره. بنابراین ما الان 2-3 ساله که وارد، به نظر من وارد فاز تشکیلاتی شد. ولی به نظر میسه آقای نوریالا این مثلا مراحلی که شما توضیح میدید که از این فاز گذشتیم و فلان، اینا به نظر میسه اینا صرفا در محافل کوچیکی که شما تشکیل دادین در خارج از کشور هستش که از اون فاز گذشتین، اینا زیاد ارتباطی با داخل کشور نداره به نظر میرسه، به دلیل اینکه در داخل کشور مردم کماکان به دنبال همون اصلاح امور هستن از طریق عناصری که در داخل خود این حکومت بودن. شما اشاره میکنین به مسئله این که مثلا فرض کن در جریان بعد از انتخابات سال 88 مردم گفتن ما چی نمیخوایم و در جایی هم نوشتید که استناد میکنین به شعار مثلا جمهوری ایرانی و این استناد شما به این دلیل در واقع برای شما اینه که مردم یک جامعه سکولار، یک حکومت سکولار رو میخواین، ولی خوب ده قلیلی بودن، ولی شعار عمده در اون زمان کماکان یا حسین میر حسین بود که در شعار جمهوری ایرانی درش گم شد. یعنی شما یه طوری بی‌اعتنایی میکنین به مسئله اصلاحات در داخل کشور که اکثریت مردم ظاهرا اونو میخوان. حالا خب این من باید روی قول شما تمرکز کنم. به نظر من اطلاعاتی که من میگیرم از داخل کشور با اطلاعاتی که شما میگیرید یه تفاوت‌هایی داره. به نظر من در داخل کشور
جز شعار اصلاح طلبی یا مطالبه طلبی در واقع راه دیگه‌ای وجود نداره. در همه حکومت‌های استبدادی هم این گونه بوده. ولی اینکه آیا دیپ دان به قول انگلیسی‌ها اون در اعماق قلبشون مردم اصلاح طلب باشن، من در این مورد شک دارم. من فکر می‌کنم مردم باید خیلی عقب مونده باشند که بعد از 37 سال فجایعی که این حکومت بر سرشون آورده هنوز امیدشون به این باشه که از داخل این حکومت دستی از غیب براید و این حکومت رو اصلاح کنه. آقای نوری‌الله، ممکنه مردم زعم شما یعنی عقب مونده اتفاقا نباشن، بلکه واقع بین باشن. مردم شرایطشون رو حس میکنن، وضعیت جامعهشون رو از نزدیک حس میکنن، در نتیجه تصمیمشون رو در وضعیت خودشون میگیرن و یه خود شاید بی‌انصافی باشه که شما فکر میکنید که بگید درست میگید بگید که از داش از عقب موندگی. نه نه، من ببینید، من حرفم اینه که گفتم دیپ دان در اعماق، در اعماق چی میخوان، در رفتار چگونه رفتار میکنن. به هر حال در داخل کشور امکانی وجود نداره برای اینکه بیان بگن که ما مثلا این حکومت رو میخوایم بر بیاندازیم. اما عرض من این است که بعد از 37 سال تحمل مصائبی که هیچ کدوم از جناح‌های حکومت نتونستن حلش بکنند، این با به طور منطقی و اونطور که در ارتباطاتی که ما داریم با داخل کشور، مردم الان دیگه به جان آمدند. البته هر آدم عاقلی به نظر من اول اصلاح طلب میشه، مگر اینکه از اصلاح طلبی ناامید بشه. به نظر من الان فصل ناامیدیه، برای اینکه هم دوران آقای خاتمی رو امتحان کردن، هم دوران آقای روحانی رو. و در هر دوی این دوران ها به هیچ کدوم از مطالبات خودشون و وعده های حکومت نرسید. ولی قبول دارین آقای نوری‌الله که مردم ایران هر موقعی که یک امکانی پیدا کردن برای که فکر میکردن میشه وضعیت رو قدری اصلاح کرد، به اون رأی دادن؟ به آقای خاتمی رأی دادن، به اعتقاد خیلی آقای خاتمی در دوره اول ریاست جمهوریش به دستاورد اونچنانی هم برای مردم نداشت، ولی با این حال در دوره دوم حتی بیشتر بهش رأی دادن. بعدش در انتخابات سال 88 ظاهرا به آقای موسوی رأی دادن که باعث اون مسائل شد که گفتن تقلب شده و غیره، و اخیرا هم به آقای روحانی رأی دادن برای اینکه صحبت از اصلاحات میکرد. یعنی مردم انگار خسته نشدن از اینکه دنبال اصلاحات برن. مگه گزینه سومی هم به مردم دادن؟ ندادن که، یا این یا اون. خب مردم میرن نگاه میکنن که اینه که احتمال اینکه کاری براشون بکنه بیشتر وجود داره تا اون یکی، برای به این رأی میدن. ولی این به معنی این نیستش که گزینه سومی وجود نداره. نه. خب حالا شما برها خودتون گفتین که انحلال طلبی، یعنی نهایتاً بایستی این آلترناتیو رو درست بکنید و جمهوری اسلامی، نظام حکومتی اسلامی در ایران به طریقی یا سرنگون بشه یا منحل بشه. چطور قراره این منحل بشه؟ ببینید، من در موقعیت فعلی نمیتونم پاسخ دقیقی به شما بدم. من اعتقادم بر اینه که مسئله تاکتیک های مبارزاتی رو من و جنبش سکولار دموکراسی که من سخنگوش هستم تعیین نمیکنیم. ما وظیفه استراتژیکمون ایجاد آلترناتیوه. این آلترناتیو هستش که اگر بتواند اعتماد مردم رو جلب بکنه، اون وقت میتونه راه‌های مبارزه با حکومت اسلامی رو هم مطرح بکنه. ما الان اصلا حتی با داخل کشور گفتگو هم نمی‌کنیم. ما دنبال این هستیم که عده‌ای از شخصیت‌های خوشنام، سازمان‌های سیاسی و این حرفا گرد هم بیان و اراده خودشون رو در مسیر این قرار بدن که یه آلترناتیو سکولار دموکراتی وجود داشته باشه. در حال حاضر حکومت اسلامی اصلا آلترناتیو نداره. همه آلترناتیوهاش آلترناتیوهای درون حکومتی هستند. یعنی مثلا آقای موسوی آلترناتیو حکومت نیست، آلترناتیو دولته. میخواد احمدی نژاد بره، خودش بره جانشینش بشه. ما دنبال ساختن یک آلترناتیو حکومت هستیم. حالا این مبارزه چگونه پس از پیدایش این آلترناتیو صورت خواهد گرفت؟ به نظر من، منم میتونم یکی از کسانی باشم که مثلا در اونجا نظر خودم رو بیان بکنم، ولی من سخنگوی اون آلترناتیو نیستم. خب ولی به هر حال شما وقتی که آلترناتیوی در مقابل نظام کنونی دینی در ایران
درست میکنید قاعدتاً بایستی اسباب و وسایل این که به هر حال این جایگزینی هم صورت بدین داشته باشین، یعنی حداقل بایستی یک ارتباطی با در داخل کشور داشته باشین که بتونین این جایگزین رو بکنید. خب یعنی حالا فرض کنیم که شما الان تا به حال 3 تا کنگره داشتین و فرض کنیم در یکی دو سال آینده شما به یک جایی برسین که بگین که حالا بر به دلیل این تلاش هایی شده کنگره های متعددی که برگزار کردیم ما الان این آلترناتیو رو داریم، خب که چی بشه بعدش؟ ببینید آلترناتیو هر کسی که یا هر تشکلی که مخالف حکومت اسلامی آلترناتیوش هم هست. الان حزب مشروطه ایران میگه من آلترناتیو حکومت هستم، آقای رضا پهلوی با شورای ملی خودش میگه من آلترناتیو هستم. مسئله این هستش که از بین کاندیداهای آلترناتیو شدن واقعی کدومشون میتونن اعتماد مردم ایران رو جلب بکنن. به نظر من اون بزنگاه هستش که تعیین تکلیف خواهد کرد و اون وقت مردم ایران اگر آمدن به خیابون میتونن بگن که چی میخوان. واقعا شما همونطور که گفتم 3 کنگره تشکیل دادین تا به حال، چقدر موفق بودین؟ چند سازمان و تشکیلات که سرشون به تنشون میارزه الان جزء تشکیلات شما هستند که زمینه رو برای اون آلترناتیو سازی فراهم کرده باشه؟ ببینید ما اساسا تاکیدمون رو روی سازمان ها نگذاشتیم. ما فعلا در این مرحله هستیم که بقبولونیم به کسانی که معتقد به سکولار دموکراسی هستند که اگر که با هم اتحاد نکنند سکولار دموکراسی به جایی نخواهد انجامید. بنابراین این کنگره ها بیشتر محل تعاطی افکار کسانی است که خودشون رو سکولار دموکرات میدونن و این توانایی هم دارن که به محل کنگره بیان. بنابراین به نظر من معیار توفیق کار ما با اینکه چقدر تونستیم حکومت رو منحل کنیم اندازه‌گیری نمیتونه بشه. معیار کار این استش که ما چقدر تونستیم اندیشه سکولار دموکرات رو به میان مردم ببریم. و در این زمینه من فکر میکنم که کنگره اول ما که اساساً باعث به وجود آمدن جنبش سکولار دموکراسی شد و نهاد هماهنگی سکولار دموکراسی یه توفیقی بودش برای اینکه بالاخره مرکزیتی جای پیدا شد. در کنگره دوم بسیاری از شخصیت‌ها و سازمان‌هایی که تا اون موقع گفتگو نمی‌کردند وارد گفتگو شدند. مثلا تشکلی به نام اتحاد برای دموکراسی که در طی این چند ساله 4 تا کنفرانس برگزار کرده بود آمدن نشستیم با هم دیگه صحبت کردیم. الان هم ما در آستانه ایجاد یک دفتر سیاسی هستیم که شخصیت‌های مختلف رو دعوت بکنیم بیان توی اون دفتر سیاسی و امید اون اینه که این دفتر سیاسی نطفه‌ای باشه برای اون آلترناتیوی که به وجود خواهد آمد. در نتیجه نمیدونم توفیق رو با چه خطکشی اندازه گرفت. من احساسم اینه که ما در زمینه بردن فکر سکولار دموکراسی به میان مردم، به میان شخصیت‌های سیاسی بسیار موفق بوده ایم. ولی آقای نوری‌الله شما فکر نمی‌کنین که در حال حاضر با وضعیت ایران در داخل خود ایران و افرادی که نظر اصلاحی دارن و فکر میکنن که به هر حال به تدریج و از طریق اصلاح میشه حکومت رو عوض کرد و امکاناتی هم در داخل دارن، حتی ممکنه در داخل خود حکومت هم باشن، اینها در وضعیت بهتری نسبت به شما هستن برای تغییر؟ 100% ما اصلا مخالفتی با اونها نداریم. ما معتقدیم که در داخل کشور جز مطالبه محوری کاری نمیشه کرد. بنابراین شما سایت ما رو هم که ببینید اون بالاش نوشتیم که ما از تمام مطالبات داخل کشور حمایت میکنیم، با خیلی هاشون هم در ارتباط هستیم و در جریان کارهاشون هم هستیم. اعتقاد ما بر اینه که اصلا نمیشه در داخل کشور جز مطالبه کاری کرد، مگر اینکه ادعی برن دنبال مثلا مبارزات مسلحانه و این حرفا باشن که اصلا دورانش گذشته. و به هر حال جبهه مبارزه داخل کشوره. ما دست دومیم، در حاشیه در کنار گوت نشستیم، ولی فکر میکنیم که میتونیم به جریانات عمده سکولار دموکرات در داخل کشور کمک بکنیم و حتی در
لحظاتی پیش بیاد که حلقوم اونا بشیم در بیان خواسته هاشون. آها، یعنی در واقع شما تشکیلاتی را میندازین برای کمک به پیشبرد افکار سکولار دموکراسی در داخل ایران و در مقطعی در واقع زبان اونها بشین. یعنی این حرفی که شما دارین میزنید 100%. آها، حالا ممکنه بعضی‌ها شما را متهم بکنن که یه مقداری خیال پردازی میکنن در این زمینه‌ها به دلیل اینکه زمینه‌اش در ایران وجود نداره، جنبشی به عنوان سکولار دموکراسی به اون شکلی که انسجامی داشته باشه و بتونه مصدر کاری باشه وجود نداره و بعد در خارج نشستین و دارین که برای مردم ایران تعیین تکلیف میکنین. من اولا فکر میکنم که تخیل داشتن خیلی لازمه هر نوع کاریه، از شاعری گرفته تا سیاست. شما به مدد تخیلتون هست که آینده رو حدس میزنید و خودتون رو برای اون آینده انجام میدید. کسی که تخیل نداشته باشه مرده است به نظر من. در این حال آینده نشون خواهد داد. ما با تمام انرژی و نیرو و امید و عرض کنم آینده نگری آمدیم وسط. حالا آینده نشون میده که خب اگر که جریان حاشیه‌ای بودیم و کارمون به جایی نکشید، خب نخواهد کشید. ما نگران اون نیستیم که حاصل کار چه خواهد بود. ما قصد اونه که این چیزی که به عقلمون میرسه که درسته راه صحیحش رو بریم پیش. اعتقادمون هم بر اینه که ملت ایران اگر که فرصت پیدا کنند هرگز به جمهوری اسلامی رأی نخواهند داد. خیلی متشکرم آقای اسماعیل نورعلا از شرکتتون در برنامه. ممنون از شما. متشکرم.